أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين خب بعد از بحث انسان شناسی البته خیلی مختصر و مجمل قوای انسان و اینا که روشن شد خب پاسخ سعادت به دست اومد حالا بحث رو ادامه میدیم تا برسیم به اصول اساسی در تعلیم و تربیت اون اصول مبنایی چی هستن خب از سعادت بحث رو ادامه میدیم سعادت تعریف دقیقش اینه خیر نهایی که هر انسان برای خودش در نظر میگیره تعریف خیر نهایی خیر اعلا خیر نهایی یعنی چی؟ یعنی اون خیری که شما همه چی را برای او میخواهی و او را برای چیز دیگری نمیخواهی او تای خطه به اصطلاح همه چی رو میخوای برای او اما اون رو دیگه برای چیز دیگه نمیخوای اون رو برای خودش میخوای این تعریف خیر نهایی یا خیر اعلا سعادت دقیقا به این میگن مثالش چجوریه؟ شما مثلا میگید برم علم تحصیل علم کنم خب تحصیل رو برای خودش میخوای یا میخوای تحصیل علم کنی تا مثلا به چیزی برسی اگر تحصیل علم کنی تا به چیزی برسی به این میگن خیر متوسط مقدمه چیز دیگه ایه خیر اعلات این نیست مثلا طرف میگه برم درس بخونم برای که به پول برسم پس علم رو وسیلهی قرار داده خیر متوسطه یا میخواد طرف پولدار بشه خب میخوای پولدار بشی برای چیزی یا پولداری رو خود پول برات مثلا موضوعیت داره یا مثلا شما میخوای بری اربعین خب باید بری پاسپورت بگیری ویزا بگیری اینا خیر متوسط خودش موضوعیت نداره برای به چیز دیگری برسم برم اربعین زیارت اهل بیت پس هر کسی دنبال یه خیر نهاییه یعنی اگر خودش رو محاسبه بکنه تاش دنبال چی هستی تو زندگی بله یکی میگه تاش پوله من پولو برای خودش میخوام تایش قدرته واقعا میخوام فلان مسئولیت فلان ریاست رو به دست بیارم بعضی ها علم رو به خاطر خودش میخوان همین عالم بشم بالاخره خود علم خیر اعلی و حالا قرب الالله و لقاء الله و هر چیزی که هست سعادت به اون خیر نهایی میگن نه متوسطا رو نمیگن سعادت اون خیر نهایی تعریفش این شد همه چیز را برای او میخواهیم او را برای خودش میخواهیم دیگه او رو مقدمه چیز دیگری نمیخوام اون میشه سعادتی که شما برای خودت در نظر گرفتی تو زندگی حالا از که مصداقش میتونه هر چیزی باشه اون بستگی به ادراک شما از انسان و هستی و اینها داره اون کاری نداری ولی اون ته اون چیزی که همه چی رو برای اون میخوای و او را برای خودش میخوای به اون میگن سعادت خیر اعلا خیر نهایی خیرم که میگیم نگه تو ثروت چجوری خیره او خیر میپندارد آیا تو تفکر گفتیم دیگه مطابق با واقع باشه نباشه بحث دیگه است او فکر میکنه پول واقعا سعادت براش شهوت شهرت ریاست اینها در واقع سعادت پس این تعریف دقیق سعادت میشه خب چی؟ پوچگرا پوچگرا معنی واقعی که نداریم اونم یه چیزی رو خیر خودش میدونه برای اون خیر میتونه یه امر موهوم و پست و تو سعادت لازم نیست حکیمانه باشه حتما شخصی که خیر رو مثلا تو پول می‌بینه بعد وقتی بهش میرسه دوباره سعادت یا خیر خودش رو دوباره نهاییش اول اون بوده بعد نهاییش احسن تغییر میکنه میتونه تغییر کنه اولا تغییر که کاملا خاصیت انسان جلوتر هم میگیم فقط نکتهش اینه میاد به پول میرسه خیر اعلا خیری است که لذت مطلق به تو میده و این بحثای روانشناسیش اینه ما طالب دنبال لذتیم این قاعده است معنویات هم لذت داره ولی خب اینکه بفهمی معنویات لذت داره همون حب و بغض خب لذت داره دیگه ولی اونی که تو مرتبه حیوانی لذت معنوی نمیفهمه کل لذت رو در بحث‌های جنسی و غذا و اینها میبینه فلذا این آدم واقعا فکر میکرده پول لذت مطلقه سیستم ادراکیش این بوده حالا تربیت خانوادگی محیطی هر چیزی دویده رسیده بعضی نمیرسن در حسرت پولم میمیرن رسیده پول همه چی میبینه خلع داره لذت مطلق نیست نمیبره اونجا انسان دیگه سیستم میگه پس یه چیز دیگه
میفهمه نیست میره. حالا آیا درست میفهمه؟ متنبه میشه؟ من اینو با عنوان نمونه واضح که هممون دیدیم. ببین مثلا دیدی پولدارا مثلا میگه طرف ماشین بازه، مثلا پولداره فلان ماشین یه میلیاردی میخره، بعد یه مدت با دیگه این دیگه یه ماشین فلان تهش سه ماه و چهار ماه بعد خست دلشو میزنه خست برام فلان ماشین. این چیه ریشه روانیش؟ واقعا ریشه روانیش ارضا نمیشه. مثلا اول نمیم که به این ماشینه برسم، این سوار ما این ماشینه بشم چه لذتی، میره سوار میشه نشون خلع دارم هنوز. خب اون همونیست که ما میگیم همه فطرت ها دنبال خداست، لذت مطلق فقط در علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خود خالق گفته بابا این خلعش فقط با من برطرف میشه، ولی حالا انسان بفهمه شعورش برسه یه بس میگه یه ماشینه دیگه، با این ماشینه با این فلان چی هیت میفته میام اون که بفهمه توبه کنه که برده خدا بهش رحم کرده. و بعضی نه ای این که میگن تنوع طلب میشن در انواع شهوات، هی تنوع یه بار دیگه بابا تست زدی دیگه ده بار همینه میگن آیا این میام دیگه به خاطر این خلع فطری ماست. ما دنبال لذت مطلقی بدون هیچ نقصی، این فطری ماست، فقط هم با خدا تأمین میشه. اما اگر کسی نفهمید سیستم تو بدبخت دیگه. یعنی من اینو بعضا بالای منبر اینا میگم، یا اونایی که سیستم ادراکیشون مشکل داره پولدار باشه بدبخته، فقیر باشه بدبخته، فرقی نداره. فقط اون که با پولدار یه جور بدبخت میشه، اونم که نداره یه جور دوتاشون بدبختن. این نداره در حسرت فکر میکنه به اون میرسید، او داره میگه نیست، دچار تنوع طلبی و شهوت رانی های هی متنوع، همه که شما تو سیستم تمدن غرب میبینید انواع، یعنی شهوت هایی که روی حیوانات هم سفید میکنن. چرا نمیرسه به اون لذت مطلق؟ اینجوری هی راه ها و ابتکاراتی در بیارن ولی نمیرسه لذت مطلقه رو به دست نمیاره. آخرش میرسه به این مواد مخدر، بزنی از عقل خارج بشی، سیستم مواد مخدر از تعقلتو بذار کنار، بری تو هپروت همون قوه متخیله و متوهمه چکارش کنی این انسانو، یا اینقدر سرگرم کارهای روزمرهش بکنی مثل به بردگی نوین دیگه، مثل ربات هی کار بکنه. بشر خلع داره، این خلع درش وجود داره، برسه ارضا نمیشه خلع، نرسه هم فکر میکنه میرسید خلع برطرف میشه. این دو طرف از این جهت دچار یک مثلا همین بحثایی که ما تو بحثای فمینیسم و بلایی که تمدن غرب سر زن آورد. خب ببین، خب زن در غرب تای خط تا رفته، تای برهنگی، تای روابط آزاد، امروز وضعیت زنای غرب. ولی مثلا برای کشورهای مثل ما چجوری تبلیغ میکنن؟ در باغ سبز، این آزادی، حجاب آزاد بشه، نمیدونم چه، این سعادت زنه، لذتی زن در این. اصلا شما اگر این بحث‌های شبکه‌های ماهواره‌ای اونایی که تئوریزه میکنن، نه اونایی که حالا فحشانشون میدن، قشنگ صحبت میکنه بله لذت، زنی که مثلا روابط آزاد داره لذتی میبره، اون زنای دیگه محرومن، ما انسانیم، بعد یه جوری طرفش میکنه که واقعا من لذت نمیبرم از زندگی، بلا زدمانی واقعا به اینجا میرسه که این فرهنگ من، این دین من، این مثلا شرایط زندگی ما رو از خیلی از لذت ها محروم میکنه. خوش به حال اون زن غربی، یا نه همون زن بالا شهری که آزاد، خیلی لذت میبره. بعد فیلمش هم دیگه حالا میسازن کنار تئوری، فیلمه تو فیلم ها نشون میدن بله خیلی مثلا روابط. یه یکی از دوستان همین چند وقت پیش میگفت اصلا اون که منطقه سنتی از مناطق مثلا مذهبی در سابق، مثلا میگفت مثلا زنه 30 و چند ساله عاشق پسر 16 ساله همسایه شده، شوهردار، بعد حالا روابط هم نیست، از شوهر طلاق گرفته، نه که مثلا روابط فحش، کلی از شوهر طلاق با پسر 16 ساله ازدواج کرده، 7 ماه 8 ماه بعدم طلاق دادگاه. ای چجوری اینجوری شده؟ زنش با 2 تا بچه 30 و چند سال 2 تا بچه 15 سال با اون پسر فاصله سنی داره. خب شما فیلم های ماهواره رو نگاه کنید دقیقا اینو هم. همه این فیلم های ما، مخصوصا این فیلم هایی که باز فارسی از 88 بعد فتنه 88 زیاد شد، خاص ما هم میسازن، قشنگ نشون میده میگه آقا از هر چی و هر کسی خوشت اومد، این لذت تو در اونه، خوشبختی تو در اونه، این قید و بنده چیه؟ تو 30 سالت از 16 سال خوشت اومد، 16 سال اون خوشت اومد فلان، تازه این مقید بوده، شوهردار بوده، رابطه برقرار نکرده، اول طلاق گرفته رفته، مثلا این دیگه خوبشه، بالا اینم نه، این مثلا از این جهت یه چیزی داشت، خب بعد از این شوهرم طلاق بگیرم، نمیشه من شوهر دارم، شوهر طلاق، دعوا، اینو مرافعه، آخر طلاق بود، 2 تا بچه، باید پسر 16 ساله ازدواج بکنه.
میگم یه منطقه سنتی قدیمی اینجوری این براسم یه لذت در اینه، میگه حق منه، من الان دیگه خسته شدم از این مرد، این میگه از این زن خسته شدم، منم میخوام زندگی کنم، من چرا باید مثلا طلاق میگیرم؟ بعدم طلاق خب تو فرهنگ هم عادیه، صبح خواب بلند شو زن یا مرد دیگه خوشم نمیاد، حالا داره اینه همه حق تو، چی گفته مثلا حالا ما خوشمون یه زمان اصلا خوشمون میومد ازدواج کردیم، چرا باید تو آخر عمر بمونیم؟ چه حرفی دوست؟ خب این چه اتفاقی میفته؟ اینا همه زن رو اینجوری براش لذت رو میاره، میگه دیگه این لذت من. حالا شما تو این فضا بخوای کارفرنگی بکنی چقدر سخته، در میره دیگه، یه جا دیگه واقعا قضیه در میره. همین بحث آمار طلاق بالا یا بحث آمار فساد، آمار فحشا، از اینجا هم سیستم ادراک لذت مطلق در این، ما اگر اون لذت حقیقی رو نشون ندیم، اونا نشون میدن، بیکار نیستن اونا نشون میدن، اونا میدن راحت‌تر هم میتونن نشون بدن، روابط فساد و فحشا و اینا راحت به تصویر کشیده میشه. بعد غرایز حیوانی نقد فعال قوه ناطقه، گفتیم ضعیف اولش، باید زحمت بکشی فعالش کنی، این نقاط قوتیه که اونا دارن. بله نقطه قوت ما اینه که ما حرفمون با فطرت، با اون فطرت توحیدی هماهنگه، ولی زحمت میخواد. فلازم ما اگر اون لذت حقیقی رو نشون ندیم، اونا دارن این لذت ها رو نشون میدن، جوابم میده طرف. بعد میگم این زنه که اینجوری شده، یه شبه اینجوری نشده که، همین ماهواره آروم 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 این فکر جا افتاده، اگه کسی خوشت اومد همونه، برو دنبالش، قید و بندا اینا رو ول کن، برو دنبال. یا همین که مثلا زنا بچه دار نمیشن، حالا ما همین بحث فرزندآوری که آقا داره تکرار تو مجلس هم گفت، ظاهرا تاکیداتمون به جایی هم نرسید، هر چی گفتیم آمار، چون آمار وحشتناکه دیگه، رو به سقوطیم دیگه، مسئول. خب اصلا شما بیا اون دخترای حزب اللهی و مثلا مؤمن انقلابی که ازدواج میکنن الان مشکل دارن، من بعضی دانشجوها که باشون در ارتباطم ازدواج کردن میگن دانشجو انقلابی رفتم بالاخره دختره مؤمنه این گرفته، میگه بچه اول میگه این بچه هم همین بین کلاس بهم زنگ زد، نقد بود، زنگ زد صحبت و اینا، گفت من خودم شب تا صبح بچه رو خودم نگه میدارم برای که اصلا راحت باشه مثلا، ولی میگه آقا همین یه دونه بسه، نمیتونم دیگه، همین یه دونه هم به زور از پسش بر بیارم. مثلا اینا خانواده مؤمن فضای انقلاب مثلا اینجوری، شما نها کن این تفکرات انقدر رسوخ پیدا میکنه، واقعا مثلا بچه داره باشه دیگه، حالا یه دو تا دیگه دیگه این فضا انقلابیون هستن، حالا بقیه دخترای عادی و مثلا که تو این فضا نیستن، 20 سال دیگه پیریم، 70% جمعیت ایران پیرن، 30% دیگه باید پیرمردو و پیرزنان نگه دارن، نمیدونی که قرار توی مملکت این آمار دیگه، اینا خدا پیغمبر و آیه قرآن نیست، قشنگ فرمول عددیه. معاون وزیر بهداشت اومد تو تلویزیون گفت 20 سال دیگه 60-70% پیریم، اون 30% جوان هم باید اینا رو نگه دارن دیگه، این آمار رو زمینه، کاری به خدا پیغمبر سکولاره، ربطی به خدا پیغمبر اینا هم نداره، این وضعیه. خب چیکارش باید بگی؟ چیکارش نمیشه که، باید آقا فرزند آوری دیگه، هیچ فرمولی نداره که. خب شما این زن وقتی تفکرش شد لذت خودم، شوق، تحصیل، بیرون خونه، منم خب این میبینی بحث فرزند آوری رو در مسیر سعادت حقیقیش نمیبینه، که انه یک تکلیف بیرون، حالا دیگه باشه دیگه تحمل میکنم، درکی نمیده. همینه، شما روایات بچه داری رو برید ببینید، ما هم یه اشتباهی هم ما طلبا داشتیم اینا رو نگفتیم به مردم. من یه زمانی تو بحث خانواده تحقیق میکردم، رفتم روایات مربوط به چه روایات عجیب غریبی در بحث شیر دادن، مثلا روایت داریم ظرفی زن خونه جابجا کنه تو خونه شوهر، تمیز کردن خونه است مثلا جارو، یه ظرف شما باید داری تمیز کنی، اینو برای رضای خدا ثواب اینجوری فلان اینجوری، اصلا یه دو مثلا روایت تصریح داره زنی که این کارا رو بکنه و مثلا مطیع شوهرش باشه، روز قیامت بهش میگن از کدوم دره بهش میخوای وارد شو. خب میگم تای سعادت مگه این نیست؟ تو چی میخوایم مثلا به اون زنه میگن شما از هر دری از بهش میخوای وارد شو، زنی که دستورات خدا رو انجام بده در خونه هم اطاعت شوهرش رو بکنه، روایت. خب شما چی میخوای مثلا به این زن میگه دنبال سعادت بخره، قبول داری خدا پیغمبر قیامت و بهشت میخوای، این بهشت بهت گذاشتن، این بیرون خونه دنبال بهشت میگرده، این تفکر غربی بهشت و بیرون خونه تعریف کرده. حالا میگه فرزندآوری، نمیدونم همسرداری، خانه‌داری، یه امر، یه تحمیله، یه جور تکلیفه، مثلا خواهد دیگه حالا چار باشه به خاطر تو دیگه، حالا آقا فهمودن دیگه اشکال نداره دیگه، تش خود سعادتت همینه. از عباس بابا بابتی
و این بحث‌ها متاسفانه می‌خوریم به همین مشکل. من خب میگم سرکار داشتم، میگم مثلا دختر دستور ولی فقیه باید بریم کف خیابون. خانم اون کف خیابون آقایون هستن، دستور ولی فقیه خانوما فرزندآوریه، دقیقاً آماده است. یعنی من خب تو فضای دانشگاهی اینو زیاد دیدم، از هیچ اینا آماده است بره داد بزنه اینجا تظاهرات کنیم. اینا از پسرها آماده ترن، پسرها رو میخوای بیاری که بگم تنبل حال ندارن آقا فلان فلان. خانوم آمادن کجا رو بریم بیاری؟ خانوم شما عرصه جهادت جای دیگه است، ما کشور آخرش هم اگر اصلا بچه‌ای نباشه ما رو رفتیم اینو وردیم پای اون. خب بچه ای انسانی باید تربیت بشه، جابجا شده اینا. این جابجا یه جا دانشگاه فنی مهندسی بهم زنگ زدن، کلا مهندسی بود دانشگاه، بعد این قسمت خواهرانش بود، گفت ما دو تا کار داریم میکنیم، قسمت برادران کارش که انجام دادن اینه، اینا مطالبه گری میکنن. بعد مطالبه گریشون میدونی چی جوریه؟ تو فضای سربسته مثل تالار تا جمع میشن توی جای دربسته، حالا یه مسئولی درجه دوی درجه سهی پیدا بکنن، یه صحبتی و چهار تا شعاری و کف و سوتی و مثلا این. گفت برای واحد خواهران ما این برنامه رو چیدیم، بسیجش بود، بسیج اون دانشگاه بود. گفتش که ما میریم تو کارخونه جات، مثلا کارخونه جات تولیدی و بحثای تولیدی بالا سر این کارگرا، این روند تولید مثلا بهره‌وری مشکلش چیه، کجای کار ناقصه، مثلا چی جوری این قسمت. آقا من اینو شنیدم پشت تلفن، گفتم جدی میگید؟ بعد میگفتم جا خود، گفتم این برادرها چه کلاهی سرتون گذاشتم. گفتم چه کلاهی، چیه مشکل؟ خوشم نمیفهم. گفتم اونا نشستم تو اون جای فضای سربسته، چهار تا کار هیجانیه به هیچ دردی نمیخوره، شما خانوما رفتی تو کارخونه، این وضعیت ماست. یعنی اون تو یعنی فردا این گران مادر بشه، بعد این دختر بسیجی دانشگاهه، دختر انقلابی ولایت دانشگاهه، تو قرار بری تو کارخونه بری مثلا نقص تولید رو پیدا بکنی، با مردا قرار چیکار کنن؟ بعد بچه داری نمیتونم بذارم دیگه، مشکلی داریم میذاشتم مینداختن گردن فعلا. مشکل بچه داری نیست، مشکل اون زایمان ها و فرزند آوری هست دیگه. یعنی این مصیبت شما نکن چه بلایی، این دیگه میگم قشر انقلابی و مؤمن رو جا به جا شده ارزش ها، واقعا اون تکلیف اقتصاد کشور داره، کارخونه ها بهره‌وریشون پایینه. آقا توی زن باید به اون بهره‌وری تربیتی توجه کنی که چرا ما بچه نمیاد، این یکی دوتایی هم که میاد یا تو جوب آب بزرگ میشه تو مهد کودکا و فلان، هر کو چبرچل در میاد. خب توی مثلا خانم باید بگی آقا این بچه تربیت، همین مثلا علم النفس اینا رو مثلا باید تقاضا کنم، ما باید بریم روند تربیتی رو بررسی کنیم، من فردا مادرم، بچه در دامن من قرار تربیت بشه، بعد دغدغش این بشه، دغدغش فلان کارخونه، بعد اون پسرا که بعد دغدغشون این باشه، هیجانیه بیایم یه همایشی حسن عباسی رو بیاریم بعد بتره کنیم بزنه جگرمون حال بیاد دو تا حرف به اینا بزنه. من دیرم دیرم واقعیتی که به میدون خیلی ممنون. اینجوری مثلا تمدن اسلامی و مثلا اینا اینجوری بعد میگم برای انقلاب مثلا داریم کار میکنیم اینا. فراز واقعا خیلی ضربه به اون زدن در اثر غفلت خودمون، ما غفلت کردیم، ما رها کردیم کار رو و متاسفانه ارزش ها جابجا شده. فراز مثلا قشنگ خانم انقلابی ها فمینیسته، تفکرات فمینیستی، فقط یه خود تفاوت اینه که برای اینجا مقایدن چادر داشته باشن اینا، مثلا فمینیست میگن فقط برهنگیه مثلا، نه. یا مثلا من یادمه یه مدت سازمان بسیج از تهران برای من ماشین میومد دنبال همه هم که برم مثلا دانشگاه ها و اینها، مسئول یه خانومی زنگ میزن خدای چرا فکر مثلا یه بار اتفاقی، بعد یه بار یکی از این راننده ها شروع کرد شکایت کردن، گفت آره حقوق ما رو چند با عقب میفته، چرا مسئولش هم یه دختر خانومیه، آدم هم بالاخره مسئولیت داره، میخواد بره شکایتی بکنه یه داده بیداد کنه، خانوم هست داده بیداد. سازمان بسیج دانشجویی یه دختر جوون رو گذاشته مسئول هماهنگی ماشین اساتید، مثلا این شأن زن، این دیگه نهاد انقلابیه دیگه بابا، مثلا فاجعه رو ببین. حالا این خانوم مجرد باشه یه مصیبت، متأهل باشه 10 تا مصیبت. این یه کاریه که آدم با سیک میتونه انجام بده، نه جوان حزب الله بیکار، فقط همین کارش هماهنگی ماشینه. یعنی به من استاد زنگ میزنه آدرستون کجاست، ساعت به ماشین یه قرارداد با یه شرکت خصوصی ماشین به خب تو یه زن مؤمن، این مادر باید بشه، اینو آوردی خب بسیجمونه، بعد ما انتظار داریم
نماینده زن رئیس جمهور مثلا بیاد بحثای زن در اسلام مثلا دنبال بکنه، چه توقعی دارید دیگه؟ تا اینجا این جا به جا شدن، بعد خود اون زنه منو فکر کنم دارم برای انقلاب خدمت میکنم، سازمان و بسیج کالا الله اکبر، بعد فرزند آوری نمیتونی، بعد به کی بگیم دیگه؟ پس الان به کی باید انجام بده این مصیبت؟ جا به جا شدن ارزش ها، لذت اسلام میشه، انقلاب میشه لغلقه زبان، عمق وجودش این زن انقلابی هم سعادتش رو در شغل بیرون خونه میبینه. فلاز و حالا تو بیش بگو داخل خونه فرزند آوری، یه تضاد و تعارض، یه جنگ تو وجودش اتفاق میفته. و من اینو به شما بگم، این فطری آقا، اگر کسی چیزی خلاف مسیر سعادتت بت بگه زورت میاد. این را این دیگه نکاش نمیتونه بگه، شما الان مسیر سعادتت رضای خداست، لقالا هر چیزی خلاف این مسیر بت بگم عمران زیر بار نمیری، مگر دیگه با چیزهای بیرونی تو رو به استرام مثل اکلمیته برات میمونه. مثلا یه جایی ممکنه ما تم بدیم از ما اکلمیته، میگیم این سیستم حقوق هم گیره فلان جهنم، اکلمیته اسمش میشه دیگه، شما که تن به اکلمیته میدی. تا وقتی سیستم فکری، این توضیح دادم، این سیستم ادراکی رو درست نکنی، فرزند آوری رو از باب اکلمیته انجام میده. این انقلابی مؤمنش، اکلمیته یه دونه بچه است، تنش دو تا بچه است دیگه بابا، اکلمیته که 5 تا بچه برات نمیاره که، 5 تا بچه اعتقاد میخواد اینکه بفهمه اون زن در اسلامو باید درست بکنه. این مصیبت والا اکلمیته ای همین باشه، یه دونه تهش تهش دیگه دوتا، اونم با فاصله، با فاصله 10 سال. ما داریم، ما تو بعضی از زندگی طلبه ها داریم بچه دوم 10 سال با بچه اول فاصله داره. اینجوری میشه قضیه. چرا؟ ریشه فطریه. تا وقتی بهش اینو متوجهش نکنی، سعادتش تو اینه و او سعادت رو چیز دیگری میداند، درسته بعد از اینش درسته، توقعات بیجاست که بکنی اون عاشق فرزند آوری و تربیت فرزند و به این مادر فطرتش اینه از تربیت بچه لذت باید ببره. ما چیکار کردیم؟ اون فطرت خلقت اولیاش اینه، لذتش در با مادر بودن لذت میبره، نشاط پیدا میکنه، به بچه قضا میده، بچه رو مثلا چجوری شده که این مردا باید شب تا صبح بچه نگه دارن؟ من زیاد دیدم از رفقای خودمون واقعا، این بچه مثلا شب اینا اون ما همیشه اینجوری مادر شب تا صبح پای بچه، بچه اینو اینجوری تعریف میکردیم مادر رو دیگه. ما دهه 60 ها مثلا، ما نسل دهه 60 این مادر اینه، بچه شب بلند میشه غذا میخواد، شب بلند میشه مادر این تا صبح باید بیسته. ما الان میبینم بعدا تو رفقای طلبمون قشنگ شب بچه رو میبره پوشک عوض میکنه، اینا که میگم خبه شیفتی، حالا بعضی مطلقه بعضی شیفتیه. یعنی بعد طرفم میگه خانومم همینه، این کارو نکنم دیگه هیچی، همین بچه رو بزرگم، بچه این بعدی که هیچی، همینا بزرگ نمیکنه، میگه ببرش مرد کودک. میگه حالا بالاخره یه جور این وضعیت ما همش برمیگرده به همون سیستم ادراکی و اینکه سعادت رو چی تعریف کردیم، مدرسه‌مون چی تعریف کرده، فیلم‌هامون چی تعریف کرده، ذهن شکل میگیره. حالا شما اگر ریل فکری رو عوض نکنی، صبح تا شب بگو آقا جبرئیل نازل بشه بگه از جانب خدا اومده فرزند آوری، فرق نمیکنه آقا با حرف ولی فقیه، سیستم اینا و اینا روایت داریم دیگه، نه هست دیگه، هممون خودمون رو معتقد میدونیم. و همین دلیل بحث علم النفس و تغییر سیستم فکری خیلی اهمیت داره. ما باید این رو توضیح دادم چون اهمیت داره، تکرار میکنیم، قوه تفکر باید تغییر کنه. خیلی خوب برگردیم، مثال پرانتز رو ببندیم. پس سعادت خیر نهایی است آقا، خیر اعلی، اون خیر نهایی سعادت اون. بس اگر میخواید ریل کسی رو عوض کنید، باید ادراکش رو نسبت به سعادت اول تغییر بدی. این میشه یک تحول، چه مثبت چه منفی فرق نمیکنه. یعنی اگر نگاهش رو نسبت به سعادت عوض کردی، طرف متحول شده. والا نگاهش به سعادت اینه تو از یه مسیر دیگه بخوای برای این تکلیف درست کنی، این اکلمیت است و با این نمیشه کار زیادی انجام داد. یه مورد دو مورد بیشتر خروجی نمیگیره. بریم سراغ مرحله بعدی، آروم آروم طرح بحث میکنیم تا به اصول برسیم. این سعادت چگونه به سعادت باید برسیم؟ بحثمونم فعلا مطلقه، البته بعدا که اصول رو میگیم، اصول ناظر به سعادت حقیقی و هدایت رو میگیم، ولی کلا آقا میخواد انسان به سعادت برسه، اولین مقدمه ای که اینجا مطرح اینه، شما با صفات و رفتارهایی به سعادت میرسید که پاک کردن
مورد در واقع حمد و ستایش و مذمت قرار بگیرن. دوباره عرض میکنم، صفاتی از شما و رفتارهایی از شما، حالاتی از شما که شأنیت این را دارن که مورد حمد و ستایش و مذمت قرار بگیرن، اینها سعادت شما را محقق میکنن. شما یه رفتارهایی داری که از نظر عقلا نه ستایشی به اونها تعلق میگیره نه مذمتی. این رفتارها از بحث سعادت خارجن. مثل چی؟ مثل رفتارهای نباتی. شما یه رفتارهایی دارید در مرحله نباتی، مثلا قلبتون کار میکنه، کلیتون کار میکنه، به خاطر این نه کسی حمد میکنه شما رو، می احسن باریک الله آفرین، نه کسی مذمت میکنه. چه رفتارهایی هستن که شما یا شما رو ستایش میکنن عقلا یا مذمت میکنن؟ اون رفتارها سعادت با اونها به دست میاد که رفتارهای حیوانی به بالا هستن، از این مرتبه به بالاتر، اونم با شرایطی که الان یواش یواش میریم جلو عرض میکنیم. خب در یک تقسیم بندی ما اینا رو به دست بیاریم، اون احوال و صفات چیا هستن؟ اون حالات و رفتارهایی که در واقع یکی رفتارهایی که رفتارهای بدنی، افعال یک افعال جوارحی یا بدنی اصطلاحاً بهش میگن، افعال بدنی که شما برای مثلا انجام اونها به بدن دست و پا و اینها نیاز داری استفاده بکنی، دیدن، شنیدن، اینا همه افعال بدنی هستن. دو، صفات و حالات نفسانی اینا دسته دوم است که مورد حمد و ذم قرار میگیرن. طرف صبوره، طرف عجوله، طرف خوش اخلاقه، طرف بد خلقه و صفات درونی. و سومی بحث قوت ذهن و فکر، طرف خوش فکره، خوب میفهمه، دیر میفهمه، بد میفهمه. در یک تقسیم بندی مجموعه چیزهایی که حمد و ذم بهش تعلق میگیره توی یکی از این ستاست، دیگه خارج از این نیست. یا رفتارهایی است که شما رو عقلا ستایش میکنن یا مذمت میکنن، یا یه صفاتی شما دارید، یا بحث ذهنی و ادراکی و تفکریه که میگه این خوش فکره، این درست میفهمه، این غلط میفهمه، این بد فکر، این کن فهمه، زورت این بحث میکنن اینها رو. خب بله، عوارض نفس مثل همین لذت، شهوت، شادی، غم، غیرت، اینا مثلا تو صفات رفتارها هم که مشخصه. یعنی سعادت با اینها به دست میاد، هر نوع سعادتی، نه چیزهایی که خارج از اینه. مثلا افعال نباتی شما خارج از مقوله سعادته، کاری مقوله سعادت نداره. شما میخوای به سعادت برسی، هر چی که میخوای به پول برسی، میخوای به خدا برسی، با اینها میرسی. اینجا باید بحثو، ما الان دنبال اصول تعلیم و تربیتیم برای رسیدن به سعادت. این مقدمه چی به تو میگه؟ میگه کجا دنبال این اصول بگرد؟ تو اینجا بگرد. اینجا اینا ربطی نداره، خیلی اینجا معطل نشون بحثای نباتی. اینا تعبیر قوت ذهن، قدرت تمیز بهش میگن دقیق ترش، تمیز حق از باطل یا درست از غلط. این ویژگی سوم که از کردم تو تعلیم و تربیت این سومی محوریت داره. خب این سه تا که روشن شد، حالا قدم به قدم میریم. افعالی که شما ستایش میشید میشه رفتارهای فاضلانه، فضیلت، و افعالی که مذمت میشید قبیح، رذیلت، رفتارهای رذیلانه. صفات هم دقیقا همین جوره، صفات فاضلانه داریم و رذائل نفس، میگه رذائل نفس، فضائل نفس. تمیز ذهن هم که روشنه، کسی قوت ذهن داره، حق و باطل رو میفهمه، تشخیص میده، کسی هم صاحب تشخیص نیست، راحت گول میخوره مثلا اینا. این هم یعنی دو قسمش از این جهت کاملا رفتاره. به دیدن، شنیدن، موسیقی حرام گوش میکنه، نامحرم میبینه، نیاز به استفاده از اعضای بدن داره دیگه.
صفات اون خلقیات درونی هستن. دومی مثلا غیرت یه صفت مثلا نمو نفسانی، خوشخلقی، خلق تون، خلق چیز یه صفت درونیه. البته اینا بروز بیرونی دارن، خواهیم گفت. این دوتا الان میرسیم، اینا با هم یکی حساب میشن، اینم یکی، که ما در نهایت به دو اصل بنیادی تو تعلیم و تربیت میرسیم. خود با من پیش بریم. بله الان میرسیم، اونا الان توضیح میدم. فعلا با من پیش برید جلوتر، بعد اگر چیزی موند جواب میدیم سوالا. خب شرایطی در اینجا ما باید داشته باشه تا شما به سعادت برسید تو همین ستا. پس ما اول یه تقسیم کردیم، گفتیم چیزی خارج از این ستا از بحث سعادت خارجه، کاری بهش نداریم. تو این ستا میخوایم دنبال سعادت بگردیم. اولین قیدی که باید اینجا باشه قید اراده و اختیاره. این افعال ارادی، صفات ارادی، قوت ذهن ارادی محل بحثه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما کاری کردی خارج از ارادت، کار خوبیه، اما این نیست تو با اراده اون انتخاب کرد، ارزشی نداره تو بحث سعادت، این به کار نمیاد. پس از او اراده باید این کار رو انجام بدی، همون اراده بفهمی قوه شوقیه از انجام دادن. پس اگر چیزی بدون اراده و اختیار باشه ارزشی نداره. سعادت با افعال غیر ارادی و صفات غیر ارادی در واقع به دست نمیاد. شرط دوم چیه؟ ارادیه، گهگاه موردیه. اینو جلسه سوم اشاره کردم، به درد نمیخوره. اون افعال و صفاتی که تثبیت شده است، اصطلاحاً سبک زندگی شماست، اون ارزش داره. والله طرف یه وقتایی بالاخره حالا حدسی چجوری ذهنش حق و باطل رو تشخیص میده، این به درد نمیخوره، باید این شاکله وجودیش باشه، دائمی یا اکثری. اصلا یه وقتایی مثلا انفاق هم میکنه، نه این به درد نمیخوره. پس یک باید اختیاری باشد، اینجا همشون تابع اختیار، اونی که اختیاری به درد میخوره، چیزی خارج از اختیارت صادر شد این ارزشی نداره. دو، اون اختیاری که دائمی یا اکثری باشه، اون شاکله شما و هویت شما رو تعیین میکنه و حتی سعادت شما رو. گاه گاهی و موردی ولو اختیاری و ارادی ارزش چندانی نداره، اون تأثیر بالایی نداره. فلزا اینو تصریح میکنم، چی از این خارج میشه؟ این تعلیم و تربیت چه نکته‌ای مهمه؟ بعضی ها مادرزادی یه سری صفات خوبی دارن و بالعکس بعضی ها مادرزادی یه صفات بدی دارن. چون بالاخره ژنتیک تأثیر داره، تغذیه تأثیر داره، ما تو روایات هم داریم لقمه حلال و حرام همه اینا. بچه ایست روحیه پدر مادر یه جوریه، این بچه نرم خوه و بالعکس شرایط آب و هوایی تأثیر داره. یعنی مثلا طرف شما تو منطقه گرمسیر روش کنی یا منطقه سرسیر فرق میکنه، تو رویات تأثیر داره. منطقه کوهستانی با کویری فرق داره. یعنی اینا تأثیراتش رو ما میپذیریم. بله این نیست که اراده انسان صفر بشه، ولی تأثیرات خودش رو میذاره. پس ببین حالا یه نفر بدون تلاش اختیاری مثلا نرم خوه، میگه این فایده نداره، این لزوما تو سعادت نمیرسی، با اختیارت باید بتونی. ولی اون که داره، یا مثلا خلق مثلا تندی داره مادرزادی، میگه این تعیین کننده نیست، اونی که تو با اختیار تحصیل میکنی تعیین کننده است. بله تو میتونی همینی که داری رو بری میتونی عوضش بکنی، این مسئله است. فلذا سعادت رو به همین دلیل تو بحثای تربیتی یه نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشید، سیستمای مادرزادی رو نه تحویل بگیرید نه تحقیر بکنید. قاعده این یکی مادرزادی میگم خوش اخلاقه، تحویلش بگیری اصلا میبینی چقدر اون مادرزادی زحمتی رو کشیده بریم، یکی اولا مادرزادی مثلا اخلاقش تو نمیذاری تو سرش یه چوسته. اینا رو خیلی تو تعلیم و تربیت مهمه، اونی که ما تشویق میکنیم میگیم احسن، اونی که طرف با اختیار تلاش کرده اونم اختیار تثبیت شده احسن، این خوبه. ولی مادرزادی داشتن این تو سیستم تعلیم و تربیت باید در واقع بهش توجه داشته باشیم، ارزشی نداره. طرفا مغرور میشه مادرزادی مثلا خوش خلق بود، مثلا این دیگه نه عزیز من این
یا مثلا بعضی خب مزاجشون اصلا یه جوری حال اصلا داد زدن رو ندارن، سیستم مزاجی کلا پیاده است. خواه این خیلی سیزو ارزش به این نیست که شما کلا زحمت جهادی نداری تو برای این کار. تعلیم و تربیت و رسیدن به سعادت اختیار، اونم اکثری یا دائمی در واقع باید باشه. خب اینم دو شرط، دو شرط روشنه عزیزان. حالا نکته سوم، مقدمه به مقدمه میریم جلو. نکته بعدی اینه، شما اینا هر کدوم پس ببینید افعال فاضلانه رذیلانه، این فاضلانه داریم رذیلانه داریم، اینجا هم همینجور فاضلانه رذیلانه، اینجا هم همین، قدرت تمیز ذهن داره یا نداره، مثبت منفی. ما انسان ها وقتی به دنیا میاییم استعداد هر دو طرف رو داریم. به لحاظ استعدادی شما نفست هم قابلیت صدور افعال فاضلانه رو داره هم افعال رذیلانه، نفست هم قابلیت به دست آوردن صفات فاضلانه صفات رذیلانه، نفس شما قابلیت قوت ذهن یا رداعت، حالا اصطلاح عربیش ضعف ذهن بشه بذاریم یا هر چیز، شما قابلیت هم و فعل هم ها فجوره ها و تقواها، قابلیت دو طرف داری. نوزاد به دنیا میاد این قابلیت برای دو طرف هست، اما این قابلیت که طبق شرایط عادی حالت 50-50 حالا مثلا براش در نظر بگیریم تا ابد اینجوری نیست. وقتی طرف به سن بلوغ میرسه قدرت نطقش و اینا میاد و خلاص تصمیم و انتخاب و همون سیستم حیوانی الهی شیطانی که صحبت کردیم، آروم آروم یکی از این قابلیت های فعلیتش افزایش بده و قابلیت بعدی رو به ضعف میذاره، تا جایی که صبح گفتم ختم الله علی قلوبهم، این تو قسمت منفی، یعنی قابلیت تا ابد باقی نمیمونه. این بر ایمان داریم اینجوری است، خودت میتونی نابودش بکنی یا خیلی ضعیف، یعنی طرف انقدر توی چیزی روش کرده اون بر میشه خیلی ضعیف قابلیتمون ده، خیلی سخت میتونه جابجا بشه، چه حق چه باطل، چوری که در مسیر حق تثبیت شده اخلاق ملکه شده، قوت ذهن ملکه شده، چونی که در مسیر باطل. پس ما ابتداعا منو برامون بازه، ولی این منوی باز آخر نیست، هرچی جلوتر میریم منوت محدودتر میشه، اول مسیر منوت بازه. این هم نکته بعدی که در واقع باید بهش توجه داشت. اون استعداد اولیه خدادادیه، بابت اون نه مؤاخذه میشید از کردم نه همچین آفرین و احسنت داره، استعداد اولیه فطری مادرزادی خدادادی. اینی که شما با انتخابت بعدش ادامه میدی چیکار میکنی اون در واقع محل بحث میشه. خب مقدمه چهارم، چجوری من تثبیت میشم تو شماره یک و دو؟ چه تثبیت مثبت چه تثبیت منفی؟ داری فعلا کلی بحث میکنی، میگه خلق، خلق، خلق صفات نفسانی تثبیت شده است، رفتارها ناشی از خلقن. مثلا بنده ای که مثلا بد اخلاقم تندخوام، خب رفتارهای تندخوه داد و بیداد اینجوری انجام میده، خوش اخلاق باشم اینجوری هم، غیرت دارم یا رفتارهای متناسب با اون، غیرت نباشه رفته. فلذا افعال و صفات رو تو تعلیم و تربیت تو یه دسته میگن آقا خلقو چی کار بکنی، خلقو که درست کنی هم داری صفات نفسانی رو مدیریت میکنی هم رفتارها، میشه خلق. پس اولین قاعده در تعلیم و تربیت به دست میاد، چه خلقی این بچه پیدا میکنه؟ صفات نفسانی. خلق فاضلانه شد، صفات فاضلانه، افعال فاضلانه. خلق رذیلت باشه، صفات رذیلت، افعال رذیلت، خلقش باید. خلقم تعریف خلق اینه، این عمیت میگه ملکه شدن حالات نفسانی. ملکه به چی میگن؟ میگه به حالتی که تغییرش خیلی سخت است، ملکه این تغییرش خیلی سخته، به این مرحله رسه میگن این خلقش اینجوریه. مثلا ممکنه ما هر از گاهی بالاخره حال خوش معنوی یا حتی مثلا شهوت برامون غلبه بکنه، در دعای مثلا ابو حمزه داریم امام سجاد علیه السلام میفرماد هوای نفس غلبه کرد از دست هم مثلا در رفت، این خلق نیست، هر از گاهی توبه و اینا، خلق تثبیت میشه. فلذا خلق رذیلش خیلی خطرناکه، فضیلتش عالیه، تثبیت شده است دیگه تو دو طرف. اگر
رذیلت باشه پوست آدم کنده است. یعنی ببین شده خلق، هی توبه میکنه، اذیت هم داره میشه، دوست نداره اینجوری باشه، میفهمه غلطه، خلق شده به این راحتی عوض نمیشه، هر دفعه هم توبه میکنه، واقعا هم داره نمیخواد، ولی خلق پوستت کنده میشه عوضش کنی. در حالی که چیزایی که خلق نیستن تغییرشون به راحتی امکان پذیره. حالا میفهمید مثلا تو روایت داره آقا گناه کردی سری توبه کن، این مثل یه لکه سیاه کوچیک میمونه، سری پاکش کن، اول راحته. یعنی تا نرسید به مرحله خلق نرسیده خیلی کار راحت تره. تبدیل به خلق شد دیگه به این راحتی مگه میشه؟ به این نشد نده برای پوست سخته، آقا خیلی سخته، اونم تو این دور زمونه، یعنی شرایط واقعا سخت میشه. یا یعنی اینکه میگن پدر مادر بچه ها رو مراقب باشن چه خلق و شخصیتی دارن به بچه میدن. مثلا اون طرف همین دختر بچه‌شو نیمه برهنه میاره، میگه حالا بچه است، آقا این شخصیتش میشه بعد 16 17 ساله میشه دختره، بهش میگه حجاب، دختره جفتک میندازه، بله داغونش کردی، هی بچه است. آقا تو بعد این حجاب رو از همون اول که فطرتش هم هماهنگ بود در او قرار میدادی، نکردی این کار رو. حالا تو 16 17 سالگی چجور، یا موقع ازدواج دختره 25 ساله با این بعد، حالا مثلا چجوری درستش میکنی؟ آقا این مصائبی که داره میبینیم آخرش هم نشوید ول میشه دیگه، غیرت و فطره غیرت رو باید بکشی پای. میشه همین اوضاع احوالی که متاسفانه داریم میبینیم، خورد خورده دیگه. پس ببین خلق میشه اولین قاعده تو تعلیم و تربیت، که چه شخصیتی چه اخلاقی. این که مثلا بچه بخل درش رشد بکنه یا انفاق، و از این اولا از پدر مادر باید ببینه، خود به خود بچه رو یاد بدی. بس مثلا مادر بچه لقمه میکنه میده بچه، میگه فقط خودت میخوری یا به هیچ کی نمیدی یا همشو تا آخر خودت بخور. او رو بخیل بارو بردی، این عیسی رو فداکاری بردم فدا جون میده برای دیگران، یه لقمه بگه مبادا کسی نگاه کنه تو داری میخوری یا هر کی به نگاه کرد با هم باید بخوری. دو نوع تربیت شد، دو نوع شخصیت، دو نوع خلق شد، دو جور انسان متفاوت دیار. از این مدافع حرام در میاد، این مدافع خونه هم در نمیاد. همینجا از همینجا شروع میشه، چه خلقی تو داری بهش میاد. حالا مادر دلسوزانه داره این کارو میکنه، این مادره رو دلسوزی ولی نفهمیه، اون تعلیم تربیت رو نمیدونه، بچه هم یه دفعه گرسنه میمونه. آقا گرسنه موندنش بلای سر کسی نمیاره، این مشکل بهشت و جهنم ما این در نمیاد، ولی این خلقی بخیل میشه، بخل درش رشد میکنه، آخرش فقط خانواده و زن و بچه‌شو میبینه، حتی همسایه، حتی برادر و خواهرشو نمیبینه. خب من میبینم بعضی تو فامیل بابا این برادر پولدار، اون برادر فقیره، برادرت از یه پدر و مادرید، تو چجور مثلا در رفا هر سال مبل خونه تو عوض کن پرده، بعد اون یکی برادرت به زور داره عرق میریزه مثلا یه حد اقلی. اینه شخصیت وقتی روش کرد، این فاجعه به برادر رحم نمی کنی. حالا بله فردا میگه غزه و لبنان و سوریه با ما چه ربطی داره، حالا بیا درستش کن. سر همین رای تو انتخابات جا به جا میشه، سر همین خلقش بابا خودمون گرفتاری، رفتی سوریه رفتی فلان، اینا با ما چه ربطی داره؟ یه شبه اینجور نمیشه آدم که. اون سیستم تربیتی خانواده، فیلم، تلویزیون، سریال، همه چی، همه اینا که در واقع موثرن. پس ببینید این نکته اصل اول، این اصل اول مهمی که اینجا به دست میاریم، آقا بحث خلق که دقیقا شماره یک و دو رو برای ما مدیریت میکنه. رفتارها و صفات نفسانی تابع اینن، تابع خلقن، که این میشه یکی از اصول مبنایی تعلیم و تربیت. بله، رفتار از خلق ناشی میشه. ببین رفتارهای نهادینه شده از خلقیات ما ناشی میشه. اگر خلقیات خود میتونه مخلوط باشه، خلقیات و خلق که میگیم جمع جنسه، یعنی مثلا 4 تا من خلق دارم، 2 تا رذیلانه 2 تا فضیلانه، همون 2 تا فضیلانه اندازه خوش و رفتارهای فاضلانه تولید میکنن، اون 2 تا خلق رذیلت رفتارهای رذیلانه. فرضاً میگم الان هم تعداد داره، اینجا خلقش رذیلانه شده، اینجا خلقش فاضلانه شده، اینجا خلق طبق همون خروجی رفتار همونه. آیا خلق هم عادته؟ الان میرسیم. نه، عادت راه ایجاد و تغییر خلقه. الان میرسیم که خلق چجوری ایجاد میشه، بحث بعدیمه. خلق همون حالت درونی شماست که تثبیت شده است، اما چجوری به خلق میرسی یا میخوای یه خلقی رو عوض بکنی؟ بنده یه خلق دارم میخوام تغییرش بدم، اون راهبرد تغییره. خب بله، خلق تعریف میکنم به ملکه شدن حالات و صفات نفسانی میگن خلق.
خیلی خوب. این اصل اول. اصل دوم چیه؟ قوت ذهن. قوت فکر و ذهن. ناظر به شماره 3. دو جنس کاره. خلق جنسش متفاوت از اینه. این سیستم صفات نفسانی، محل صفات نفسانی تو علم النفس نشونتون میدم، محل صفات نفسانی اینجاست. مراحل حیوانیه. خلق کارش مدیریت این مرحله است. این مرتبه ناطقه. بعد دو مرتبه ناطقه است. پس تعلیم و تربیت دو اصل بنیادین داره. قرار بود به این برسیم. ما دو اصل بنیادین تو تعلیم و تربیت داریم. چیه دو تا اصل بنیادین؟ یه راحت میتونی تو ذهنتون شاه. خلق، قوت ذهن. ما میخوایم کسی رو تربیت کنیم، یکی خلقش رو باید مدیریت کنیم، یکی ذهنش رو، فکرش رو، قوه فکرش رو. با این دوتا سعادت محقق میشه. حالا ما از اینجا به بعد میخوایم ناظر به سعادت حق صحبت کنیم. یعنی فرمول سعادت حقیقی، نه سعادت‌های قلابی و اینها. که می‌خوایم بگیم حالا چه خلقی ما را به اون سعادت حقیقی که قرب الله و رضای خداست میرسانه و قوت ذهن چجوری. این محل بحثمون دیگه. تا الان بحثمون کلی بود. حالا سعادت هر چی که هست اینه. آخر شما می‌خوای به در واقع شهوت، شهرت، حیوانی، خلقت، خلق متناسب با سبک زندگی حیوانی، فکر متناسب با او. که البته تو سبک زندگی حیوانی اصل بر عدم تفکره. تفکر خیلی ضعیفه. ولی اونجا فکر شیطانی که گفتیم، اونجا فکر قویه، در مسیر باطل استفاده می‌کنیم. خب اخلاق باید فاضلانه باشد. اگر می‌خواید به سعادت حقیقی برسید. ذهن باید در تشخیص حق و باطل قوی باشد. این انسان این چنینی، این انسان به راحتی به انبیا لبیک میگه، به راحتی در مسیر حق قدم برمیداره. حالا بحث میکنیم چطور. اولا خلق فاضلانه چیست؟ چه خلقی فاضلانه است؟ اما بعد اینو بدونیم. این کلی خلق فاضلانه ابهام داره. خلق فاضلانه چیه؟ به چه خلقی میگیم فاضلانه؟ و بعد چگونه خلق فاضلانه به دست میآید؟ قوت ذهن چیست که تعریف کردم؟ قوت ذهن روشن بود. و چگونه قوت ذهن به دست می آید؟ اینا سوالاتی است که باید پاسخ بدیم که دیگه پایانش بحثمون تمام میشه. از خلق شروع می کنیم. قوت ذهن میمونه ان شاءالله برای فردا. الان فقط وارد بحث خلق میشیم. یک، خلق چیست؟ خلق فاضلانه. میگه اخلاق فاضلانه را از اهل فضل باید یاد بگیری. آدم های فاضل، اونها شاخص افعال فاضلانه و اخلاق فاضلانه هستن. اینجا بحث الگو و اسوه باز میشه بابش. که میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یکی ما میگیم اهل بیت اسوه هستن. بعد از اهل بیت همینجوری الاغرب فالاغرب. آه مثلا فلان بزرگ، آیت الله بهجت، حضرت امام. این دقیقا اینجوریه. اخلاق فاضلانه رو از صاحبانش باید یاد گرفت. شاخص اونا هستن. خب خدا به ما نعمت داده، این دیگه بحثاییست که ما برای ما انبیا و اولیای معصوم قرار داده، نمونه انسان کامل. و همین میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. نگاه کن رسول رو، اخلاق و رفتارهای فاضلانه. یعنی هم تئوریشو ما الحمدلله به برکت اهل بیت و انبیا داریم، هم نمونه عینیشو. که آقا این میشه، پس اونا بهت میگن آقا این اخلاق فاضلانه اینه، رفتارهای فاضلانه اینو که این وظیفه ما طلبه هاست دیگه، از سیره اهل بیت در واقع سیره بزرگان اینا رو مدون منقح بکنیم و طبیعتا در اختیار بله نه یه استعداد فطری داریم اول گفتیم، اما این استعداد رو به فعلیت رسوندن و رسوندن به صد اختیاره. با اون استعداد فطری شما جلو نمیری. ولی خب من گفتم شما میتونی هم خلق خوبت فطری باشه هم خلق بدت، ولی این سعادت ازش در ربطی به این نداره. اون که تو با اختیار چیکار میکنی تعیین کننده است. و این اختیار از الگو بله دیگه، بله الگو. اما که مثلا رفیق، الگو، اینا تأثیرات خیلی مهمی داره. شما مثلا
ما چون علم لدنی که نداریم، بنده ممکنه یه مصادیق از خلق هست با اقلا فطرتا میفهمن آقا بچه یتیمو زدن، حیفم این رفتار رذیلانه ایه، اما یه سری چیزا نه، تو باید به الگوها نگاه کنی. پس شما برای اینکه بفهمیم مصادیق خلق فاضلانه چیست، راه چیه؟ رجوع به اسوه ها، اسوه هایی که در فضیلت نقطه تاپن به اصطلاح، از اونا یاد میگیری. از پیش خودمون نمیتونیم تئوری پردازی بکنیم. صاحبان فضیلت، چه فضیلت رفتاری چه فضیلت اخلاقی، که از کدام تطبیقش میشه انبیا و اولیا و اهل بیت و الاغرب فالاغرب. ما تو بحث، من این خدمت عزیزان بگم، خب تو بحث امامت اصل مهم همینه دیگه. ما تو امامت، امام حاضر و ظاهر هر زمان، اون رتبه اول اسوه و الگوه، اینه من مصداق خاص بخوام بگیم اینجوریه. و بر اساس مبانی ولایت فقیه ما در اصل غیبت شخص ولی فقیه الگوی تام و تمام ماست برای این مباحث. وقتی به معصوم دسترسی نداری میشه ولی فقیه، اون میشه الگو و اسوه یک شما، او میشه شاخص در خلق فاضلانه و رذیلانه. هم صحبتهاش حجته، هم سیره و سبک رفتاریش. دیگه مصداقش رو گفتم که مشخص باشه دقیقا این بحث ها. خب آقا به دست آوردیم، رفتیم سیره اهل بیت، ولی فقیه، بزرگان، آقا این اخلاق فاضلانه است. کتاب اخلاقی زیاد نوشته شده، ما علمامون تو این مسئله کتاب فراوان دارن، جامعه و سعادات و اینا خیلی زیاد داریم. خب میدونیم، حالا بحث اصلی اینجا به بعده. بنده نگاه میکنم میبینم فلان خلق فاضلانه رو ندارم، فلان خلقم رذیلانه است، باید خودم درست کنم. یه چیزی رو ندارم، باید در خودم ایجاد کنم. این خلق، مؤمن چنین خلقی باید داشته باشه، من ندارم، باید ایجادش کنم. یه خلق رذیلانه دارم، باید برطرفش کنم. مریضی دیگه، رذیله. حالا چجوری؟ این فرمول مهمه. که خب اینجا ما یه فرمول بیشتر نداریم که در واقع چطور یک خلق، پس سوال اینه، چیستی خلق رو فهمیدیم، ما چطور یک خلق رو در واقع به دست چطور میفهمیم یک خلق فاضلانه است یا رذیلانه. الگو، اهل فضل، مصادیقش هم الحمدلله داریم. چطور به دست میاد؟ اعتیاد، اعتیاد در معنی عرفی، همین نکته که دوستمون گفتن، تنها راه ایجاد خلق، تقویت خلق، تضعیف خلق، نابودی خلق، اعتیاد. اعتیاد یعنی چی؟ تکرار فعل واحد، تکرار یک فعل واحد در فواصل زمانی کوتاه و طولانی مدت. تکرار یک فعل در فواصل زمانی کوتاه و دراز مدت. نکته انسان شناسی چیه؟ دقت کنید، تعریف نوشتید، اینه: هر خلقی رفتارهای متناسب با خودش دارد. یعنی از هر خلقی هر رفتاری صادر نمیشود. خیلی روشنه، صاحب غیرت با صاحب بی غیرت یه جور رفتار رو میکنن، حسن خلق و اهل مثلا بد خلق یه جور رفتار رو میکنن. پس خلق رفتارهای متناسب با خودش دارد. خوب دقت کنید، این فرمول کلیدی اخلاقه. میگه خلقو یاد میگیری، رفتارهای متناسب با خلقو یاد میگیری، از اسوه ها یاد گرفتی. حالا میگه خوش اخلاقی، این رفتارها متناسب با خوش اخلاقیه. بنده بد اخلاقم، نمونه، خب میخوام خوش اخلاق بشم، رفتارهای متناسب با خوش اخلاقی چیه؟ رفتارم یاد گرفتم ایناست، با مردم اینجوری، با زن و بچه اینجوری، با همسایه اینجوری، داریم دیگه روایات داریم، سیره داریم. میگه اون خودت رو به اون فعل عادت باید بدی، اعتیاد. انجام سختم از جهاد و نفس همینه، زورم اصلا دقیقاً جهاد و نفس رو داری جاش پیدا میکنه. اصلا چرا بهش میگن جهاد اکبر؟ البته اگر قبل خلق باشه نجات پیدا کردیم، یعنی هنوز اون حالت به خلق تبدیل نشده باشه، الحمدلله کار راحت تره. هرچی بیشتر در نفس مستقر باشه سخت‌تره دیگه، ولی راهش، هیچ راه دیگه نداره. به قول معروف، حالا میگم اون تفکرات انحرافی که میخوان با دور زدن اینها کلی مؤمنین رو سر کار میذارن، حالا بعدن میگم اینو. فعلا فرمول میگه اینجوری، مثلا باید با زن و بچه اینجوری باشی. میگه یه مدت، حتی یه مدت هم آدم با آدم فرق داره، ممکنه نفر بعد 6 ماه عبور کنه، یکی بعد 1 سال،
یکی بعد 10 سال. بستگی به استقرار اون صفت داره. این هم هست. حالا ما داریم زمان میگیم هیچ نمی، آدم با آدم فرق داره، ولی به قول معروف استقامت تو این مسیر خدا وعده رسیدن داره. فقط استقامت کنید، بقیهشو به خدا بسپارید، ولی بمون تو مسیر. یا رفتار اینجوریه با زن و بچه، باید اینجوری دیگه، باید خودتو کلی زور بزن این رفتاری که متناسب با حسن خلقه. حالا این بحثای عمیق انسان شناسیش اینه، صفات ما با بروز بیرونی تقویت میشن و اگر جلوی بروزشو بگیری تضعیف میشن. این فرمول خلقت انسانه. فلازم مثلا یه صحنه ایست، من میخوام اینجا داد بزنم، قصبم میگه اینجا داد بزن، داد نزنی، هیچ لبخندم بزنی. اینو تکرار باید بکنی، با یکی دوبار حل نمیشه قضیه. تو بخوام یه بار دیگه زور بزنی، بیا بخوام دیگه بار دوم نده، نه این نشد دیگه، با یه بار دوبار خلق عوض میشه. میگه این تکرار فاصله هم هرچه کوتاه‌تر بهتر، قدم به قدم تضعیف میشه، یه جا صفر میشه. حالا یه جا 6 ماه بعد، یه سال بعد، 10 سال بعد، اون دیگه پس با آدم فرق میکنه. این فرمول اصلیش اینه. یه خلقی رو میخوای ایجاد کنی، نداری، میخوام صاحب انفاق بشم، اهل جواد بشم، مثلا اهل جود و کرم بشم، الان نیستم، راهش همینه، سفره‌داری. یکی از فصلهای مهم تو روایاته، سفره‌داری کنید. این تکرار خلق جواد در تو ایجاد میشه، اهل کرم میشه. راهش اینه، رفتارها رو باید در واقع، رفتار متناسب با اون صفت رو به صورت عادت مکرر در فواصل کوتاه طولانی مدت. میرسیم بشه ادامه ده. زود به زود هرچی فاصله کوتاه‌تر باشه، خب بیشتر داری تو سر صفت میزنی دیگه. تا همون تکراره، بله تکراره. مثلا شما یه بار مثلا از این فعل تا اون فعل 1 ماه فاصله است، یه بار 1 هفته فاصله است، یه بار هر روز تاثیرش بیشتره. زود به زود داری میزنی تو سرش، میکوبیش، یه بار ساعت به ساعته. این سرعت در تغییر خلق یا ایجاد خلق بالاتر، هرچه فاصله کمتر باشه، هرچه فاصله بیشتر تاثیر پایینه. نکتهش این و طولانی مدت. از اول تعلیم تربیت اینو هم خودمون باید بفهمیم، هم به متربی ها باید بگیم آقا این قرص و آمپول نداره. همچنین امروز شروع کنه محاسبه این است با والله آیت الله مصباح میفرمودن، مثلا طرف بلند میشه بعد از اون نماز شبی بخونیم، میگه نماز شب بعد خواب بیخواب شده، خلاصه بلند شده نماز شب، نگاه کنه آسمون جبرئیل نازل میشه بر من یا نه. اینجوری نیست از زمانی 4 تا کار انجام داده دیگه کنه ابواب ملکوت باید به روش باز بشه. نه آقا، پوستت ممکنه که ممکنه 10 سال، 20 سال، 30 سال، میگم بستگی به استقراره. اینه فلزو گفتن آقا زگهواره تا گور باید ببندی بحث رو. اینجوری نگاه کن، تا لحظه آخر موقع مرگ چه تو این مسیر میرسیم با خداست، من نمیدونم، من باید تو این مسیر برم، باید برای خودت تا دم مرگ ببندی. البته سخته جهاد با نفس اونم تا آخر، ولی اینا هیچ راهی نداره. اگر راهی بود حضرت رسول میفرمود، او رحمتا للعالمین بود. اگر غیر از این جهاد اکبر راه دیگری بود، راه دیگری هست. پس باور نکنید، رسول خدا فرمولی داشت به ما نگو و بعضی دیگه ای دارن میگن. معلومه این توهین به رسوله، یعنی رسول چیزی کم گذاشته؟ نه، همین آقا گفت نمیشه، بدون جهاد نمیشه. جهاد هم سخته، جهاد اکبر هم هست. مال اینه، سختش مال همین، من دارم علم نفسیشو برای شما میگم. سختش اینه، خلق شده، بعد با یکی دوباره هم خلقه عوض نمیشه. باید زمان طولانی من با این خلقه درگیر بشم، رفتارهای زد رو انجام بدم. یعنی بنده اخلاقم بده، رفتارهای خوشخلقی رو با این شرایط انجام بدم، آروم آروم حسن خلق جای سوء خلق رو میگیره و بخل جای جواد بودن و در واقع سایر صفات ها. خب پس این هم اصل قاعده در واقع خلق. حالا از اینجا دوستان متوجه این بحث میشید که ما تو بحث جنگ نرم دو ورودی داره در جامعه هدف. خب جنگ نرم خشونت و سلاح اینا نداره دیگه. شما برای جنگ نرم میخوای قیچی کنی مخاطب تو، برای نرم افزاری یکی از سیستم ادراکیش وارد میشی. توضیحشو دادیم، سیستم ادراکی هم انواعی داره ورود. من دارم خیلی خلاصه
اون اصول جنگ نر رو براتون میگم، ولی سریع تو خود جنگ نر کارگاه مختص به خودش میتونیم براش بذاریم، ولی حالا تو ذهنتون اشمالا باشه. یکیش اینه که سیستم ادراک حسی و خیالی رو تقویت کن، چون این رابطهش با ناطقه معکوسه. هرچه قوه خیال و حس قوی بشن، قوه نطق و تفکر تضعیف میشه، رابطه معکوسه. پس یکی که هی بحثای حسی و خیالی رو تقویت کن، چیزی که الان فضای مجازی و فیلم ها و اینا انجام میدن، قوه خیال رو تقویت میکنه، تفکر میاد پایین. برای مثلا من خیلی اینو گفتم، ببینید بعضی از بچه حزب‌الله فکر میکنن هر چه بیشتر تو کانال اخباری بچرخن تحلیلگر میشن. اصلا اینجوری نیست، معکسه. هر خبر چرت و پرتی رو بخونی، تو هر چی بری قوه تفکر و تحلیلت میاد پایین. من خب یادم تا یکی دو سال قبل که دیگه کارمون تحلیل سیاسی اینور بود، همزمان آغاز بعضی با تعجب میگفتن شما چه سایتایی رو میبینید، مثلا میگم مثلا سایتای خفنی. بعضی وقتا میگفتن بورتر مهرمانی چی به دستت میرسه؟ بورتر مهرمانی نادین وار سایتم کلا دو تا سایت میبینم. حالا هنوز وارد این فضای مجازی و ایتاب و سروش اینا هم نبودیم، کلا اون موقع سایت خبری واقعا من دو تا سه تا سایت بیشتر نمیدیدم. همین سایتای مشهور بچه حزب الله بود، تو همین یکم اخبار تلویزیونه باور نمیکردن. آقا ما بیچاره داریم کانال جابجا میکنیم، سایت میبینیم، نمیدونم گفتن آقا مشکل همینه، قدرت تفکر با این بالای 90% اخبار فقط برای نابودی ذهن شو چرت و پرت بهش دردی نمیخوره. فهم قوه خیال و فنا نه، ذهنتو پراکنده میکنه، تمرکزتو از بین میبره. مثلا همین مشکله، تحلیلگر شدن به این نیست، این مال این. پس این یه شیوه است، غالب مردم اینجا میرن، اکثریت همینجا قشنگ جواب، یه اقلیتی اصلا صاحب فکرن نمیرن. اون میره سراغ شیوه شیطانی، با اونا چیکار میکنه تو سیستم تفکر؟ اول حق و باطل رو براش جابجا میکنه، فرموشو گفت، یعنی معکوس بفهمه. خب این یش جواب نداد، درست فهمیده، اهل تفکره، حقم فهمیده. اونجا دیگه باز همین حب شهرت، حب قدرت، معمولا تو سیستم تفکر شیطانی حب قدرت، حب جاه در تعبیر روایات، دست میذاره رو حب جاه و حب قدرتش. داره باید داریم دیگه که اون سیستم فکری رو در خدمت حب جاه و قدرت بگیره. این دیگه حالا تعیزور، این اجمالا جنگ نرمه که از سیستم ادراک وارد میشه. رکن دوم جنگ نرم از سیستم رفتار و اعمال وارد میشه. مثال هم میشه بذارین حب جاه؟ چی؟ برای چی؟ حب جاه. حب جاه که سر تا سر تاریخ پر از مثال حب جاه دیگه. از سقیفه شروع کنیم، بیایید تا اینکه آیت الله عظما شریعت مداری در کودتای نوژه حکم قتل امامو میده. حب جاه در روایت داریم، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه حب جاه. این روایت از قلوب صدیقین، گردنه آخر تعظیم نفس عبور حب جاهه. بزرگ طرف حب مال دیگه نداره، از حب مال گذشته، شهوت جنسی گذشته، من آقا باشم، دست من رو ببوسم. حالا این نمونای تابلوشه، حالا بعدا یا هستید میبینید یا از این بعد با دقت نگاه کنید تو لایه های پایین حب جاه. ما ببین اینجوری من به شما بگم، ما هممون حب جاه داریم الا ما خرج به دلیل. خوبه؟ راحتتون کنم، همه داریم در هر که اندازه خودش. بنده مثلا اندازه یه کلاس درسم، یه مسئولیت یه جایی دارم، یه مسجدی دارم، اینقدر. همون که گفتی مصرهای ما کوچک و بزرگ است، همه فرعونیم، مصرها پایین. یه خاطره الان گفتی یاد از آیت الله وحجت رضی الله تعالی علیه، مال دفاع مقدس، اینو آقا مرتضی برامون نقل میکرد، گفت شهید ردانی، ردانی پور، خب یکی از کارهای بزرگی که انجام میداد فرماندهان جنگو میآورد خدمت علما، جلسه ترتیب میداد فرماندهان جنگ، آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی و امثالهم. شهید ردانی پور این کار انجام میداد، میگفت بعد از فتح المبین بود، فتح المبین میدونید بعد بنی صد بود و یک عملیات که مقدمه بیت المقدس آزادی خرمشهر شد، خیلی اصلا متحول از فتح المبین ورق برگشت تو جنگ. بعد فتح المبین شهید ردانی پور آورد فرمانده ها، های فرماندهان مشهوری که غالبشون هم شهید شدن و میشناسی، میگفت کارش هم این بود، هم علما در جریان جنگ قرار می گرفتن، فایده دو طرفه داشت، هم بالاخره رزمنده ها نفسشون با علما می خورد و این تأثیر داشت.
یا خدمت آیت الله وحجت رسیدن و یکی بنا شد گزارش بده. گزارش توپی داد. خیلی زدیم، انقدر آزاد کردیم، بعثی‌ها رو اینجا ترکوندیم، انقدر ازشون کشتیم، انقدر اسیر کردیم و فلان و دیگه انشالله کمر بعث رو میشکنیم و صدام و فلان. اصلا با یه خلاصه شور و اینا یک گزارش تمام کرد. حالا همه موندن آیه بجت جمله اول، همه ما صدامیم. از همه باده خوابیدی اول آقا زنان قسم باری که الله همین همه ما صدامیم، همه ما خودمون در درون خود یه صدامی هستیم واسه خودمون. اینجوری این ولی خدا تعلیم و تربیت اینه. یا اینکه امام سری میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرده، ببین هوا برد نداره، ما بودیم، ببین چه کردیم، یک عملیاتی به جزرس عملیات رو بعدی خوردیم با کل زمین. یعنی اینجوری قضیه داره توهم. خب شما تو صدر اسلام ببینید، همین بحث احد رو ببینید، بعد رو ببینید، بحث های دیگه. حالا این نمونه های یه گاهیش اونایی که واقعا مثلا خب به قدرت و اینا که میبینید آدم قبل از اینکه بره وارد مجلس بشه، وارد چی بشه، ریاست جمهوری بشه، انقلابی بود، میره 4 سال 5 سال بعد انا رجل مقابل ولی فقیه. بله اینا حب جا چی اینه مسئله فلاز حب جا خیلی بحث سنگ. حالا به هر حال مثالش از اینجا زیاده در تاریخ. دومی عمل، رکن دوم جنگ نفس چی؟ از عمل وارد میشه، رفتار سازی بهش میگیم تو تعلیم و تربیت. این رفتار سازی، همین مثالی که دو دختر بچه زدم، مثلا تو پدر مادر بچه رو تو سنین 7 سالگی که مثل بررس دست پدر و مادر، چه رفتارهایی رو به او القا میکنی، از او طلب میکنی، چه رفتارهایی؟ تو بحث جنگ نفس میاد رفتارهای شما رو عوض میکنن، از طریق همین فیلم و سریال و ماهواره و چی و چی و چی ابزاری که وجود. خب اون میدونه این فرمول رو، رفتاری رو که به شما بده صفت متناسب با رفتار در نفست شکل میگیره. یعنی اون خانومی که مراحل اولیه بدحجابی رو میگذروند، اون زمان مثلا اواخر دهه 70 رو دارم بحث میکنم، آروم آروم افتاده بود، این واقعا بی حیایی تو نفسش هنوز نبود، حیات رو هم تو نفسش بود، اما رفتارهای خارج از عرف حیا رو به او القا کردن. قاعده هم همین تکرار در فاصله کوتاه، هر روز این موش بیرون باشه، بیشتر 1 سال 5 سال 10 سال بعد بی حیا میشه دیگه، کلا دیگه صفت متناسب با او شکل میگیره. سبک غذا خوردن، سبک لباس پوشیدن میاد رفتارهای شما رو با فیلم، همین الگوزای فیلم و اینا، پوشش، تغذیه، رفتارات رو عوض میکنه. او میدونه این رفتارها با تکرار بعد از 10 سال مثلا صفت و خلق متناسب با خود، و وقتی خلق شد دیگه فیلم و سریال هم نمیخواد، تو خودت میدوی دنبالش، خلقت شده دیگه، شخصیتت شده، التماس میکنی. اولش نه، اولش او باید با سختی هی باید حواسش به تو باشه. اینجوری همینه که تو سیستم حق هم همینه، شما اول میخوای طرفو تربیت کنی، تا به خلق رسوندن، به خلق رسید دیگه خودش میره دیگه اصلا نیازی نیست. پس دو تا رشد داره، ما هم تو جبهه حق هم همینه، تعلیم و تربیت. یکی از سیستم ادراکیشو باید درست کنی که سر رفتارشو، این فرمول همینه، اصل فرمول. پس این هم در واقع بحث خلق و فرمولش رو هم که گفتیم.